سلام بر شما همراهان خوب مردم خبر. بخش خبر ساعت 14 رو شروع میکنم با تصویری از دیدار سخنگوی جنبش انصارالله یمن که با لباس و خنجر یمنی با رهبر معظم انقلاب دیدار داشتند و توی خبر 8 صبحمون هم بهش اشاره کردم که توسط کاربرها زیاد دست به دست شده بود و در فضای مجازی منتشر شده. خب واکنش های متفاوتی رو داشتند، در توییت مطالب متفاوتی رو نوشتند، از جمله توییت خبرنگار یمنی تفاوت نه مقایسه آوردن در صفحه توییترش دو تا تصویر رو کنار هم دیگه منتشر کرده. زیر نویس تصویر بالا همونطور که ملاحظه می‌فرمایید نوشته احترام متقابل و افتخار به هویت خود، و تصویر دیدار رهبر معظم انقلاب با این سخنگوی جنبش انصارالله یمن رو منتشر کرده، و زیر نویس تصویر پایین همونطور که می‌بینید نوشته سرسپردگی و مزدوری. این تصویر در توییت خودش به اشتراک گذاشته و مقایسه کرده. و اما کاربرهای فضای مجازی چیکار کردن؟ این دیدار رو منتشر کردن به همراه با توییت های هشتگش رو راه انداختن. این دیدار رو مهم و استراتژیک دونستند و بازتاب بسیار گسترده رو انتشار دادن در فضای توییتر. نسبت به اتحاد شیعه هم ابراز خرسندی کردند و صحبت های سخنگوی جنبش انصارالله یمن درباره ولایت رهبر معظم انقلاب رو تحسین کردند و از اتحاد همیشگی شیعیان ایران و یمن ابراز خرسندی کردند و در فضای توییتر مطالبی رو به اشتراک گذاشتند. و خبر بعدی که از یک چند ساعتی هستش داره دست به دست میشه توسط کاربرها، انتشار خبر بخشش محمد علی نجفی در رسانه ها و فضای مجازی بازتاب گسترده‌ای داشت و مخالفان و موافق ها هم واکنش نشون دادن. صبح امروز بود که مسعود استاد، برادر میترا استاد، با انتشار پستی در پیج اینستاگرام خودش از بخشش محمد علی نجفی از قصاص خبر داد. ما دقیقا اینطوری نوشت که از خون عزیزمان گذشتیم و خرسندیم که هیچ معامله‌ای رو با خون آن بزرگوار نکردیم. اما از توییت ها براتون بگم، برادر میترا استاد خبر گذشتش رو در پیج اینستاگرامش منتشر کرده، کاربرها گفتن و حتی کاربری هم گفته که امیدوارم پشت بخشش هیچ زد و بندی وجود نداشته باشه. خب واکنش ها متفاوت بود، با این تصویر منتشر کردن. و خبر بعدیمونو در لابلای این وبگردی ها تیتری مورد توجه قرار گرفت، یعنی یه جوری میشه گفته که توجه من رو جلب کرد، جا داشت که تو این بخش براتون بیارم. به نوبه خودش خیلی تکان دهنده بود. تیتری که خبرگزاری فارس منتشر کرده آمار تکان دهنده ای رو از یک قتل عام گسترده داده، روزی 1000 سقط جنین در ایران. حالا من بخشی از این گزارش رو برای شما انتخاب کردم که براتون میخونم. به سیر تاریخی آمارهای تاریخی اشاره کرده، به سقط جنین پرداخته. مثلا اینکه سال 74 وزارت بهداشت اعلام میکنه که 80,000 سقط جنین در سال داریم، یعنی حدود 220 در روز. اما در حال جدیدترین آمار خودش گفته در سال 96 رو اشاره کرده که معاون آموزشی وزیر بهداشت اعلام کرده بود، گفته سالانه بین 300 تا 500 هزار سقط جنین غیر قانونی داره صورت میگیره توی کشور، یعنی طبق آمار رسمی وزارت بهداشت هر روز 1000 جنین در کشور کشته میشن و تنها 10 موردشون البته میشه گفتش که قانونیه. خب عجیب ترین دلیلی که میتونم الان بهتون بگم که واکنش گسترده در فضای مجازی داشت تعیین جنسیت بوده علتش. در میان همه دلایل عجیب ترینش اینه، یعنی اگر در زمان جاهلیت بخوایم بگیم امکان تعیین جنسیت دختر قبل از تولدش وجود نداشت و بعد از تولد زنده به گورش میکردن، الان تعیین جنسیت میکنن و بعد از تولد سقطش میکنن، چون که مورد خوشایند والدین قرار نگرفته. حالا در ادامهش هم به بازار قاچاق این قضیه اشاره کرده، داروهایی که گسترش پیدا کرده در بازار قاچاق در مورد همین قضیه که حسابی هم بازارش گرم شده، و الان هم حتی به بازار ناصر خسرو خبرنگار اشاره کرده که به جولانگاه انتشار این داروها تبدیل شده. و در نهایت هم خبرگزاری فارس گزارش رو با 3 سوال به پایان رسونده.
چرا مجلس اجرای درست قانونی که تصویب نکرده برای پیگیری این قضیه؟ و اینکه چرا مجلس در جریان این آمارها قرار نمیگیره و خلع قانونی اجرایش رو پیگیری نمیکنه؟ و چرا وزارت بهداشت به وظیفه خودش در این زمینه عمل نکرده و نمیکنه؟ و چند سال دیگر که خبرگزاری فارس در این گزارشش منتشر کرده و این سوالها رو پرسیده که امیدواریم پاسخ داده بشه، امیدواریم به این سوالها جواب داده بشه تا دیگه با این تیتر فاجعه برانگیز مواجه نشیم. و پایان این بخش خبری از پیامکی که براتون میخوام بگم، پیامکی که منتشر شد تایید بسته اینترنت هدیه ویژه روز خبرنگار که خاطرتون هست، اینترنت رایگان یک ساله وزارت ارتباطات قول دادن که میدن، الان هم پیامکاش اومد به دست خبرنگارها رسید، براتون آوردمش تو این بخش که دقیقا صحتش هم اثبات میشه. این پیامک ویژه منتشر شد برای کسانی که ثبت نام کردن، خبرنگارانی که ثبت نام کردن و قراره که این هدیه ویژه شامل حالشون بشه. به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهی شما خوبان. با مردم خبردار تیوی آنلاین باشید. خدا نگهدار شما.